سلام به دوستان همیشگیمون در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که باز هم ما رو انتخاب کردین. در این ویدیو می‌خوایم در مورد خواص دنبلاند گوسفند براتون صحبت کنیم. قبل از شروع لازمه که این نکته رو اشاره کنم که اگه به تازگی با کانال فارسی نت آشنا شدید، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. دنبلان یا دنبالان یک غده چربی است که جزی از اندام تناسلی دام نر، اعم از گاو، گوسفند و بز محسوب می‌شود. این غده سفید و پرچربی همان بیضه دام است که وزنی در حدود 100 گرم دارد. دنبلان به صورت کباب شده در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و مدیترانه به عنوان یک غذای لذیذ و پرطرفدار شناخته می شود. در بسیاری از کشورها دنبلان گاو محبوبیت زیادی دارد. واژه دنبلان مشتقی از واژه دنب و دنباله است. در لغتنامه دهخدا در توصیف دنبلان آمده است تخم گوسفند، خایه گوسفند و بزغاله و غیره. در رابطه با این غده خواصی ذکر شده است که اغلب عامیانه هستند و پشتوانه علمی ندارند. به عنوان مثال، بسیاری از افراد معتقدند مصرف دنبلان موجب تقویت اسپرم در مردان می شود که البته از نظر پزشکی ثابت نشده است. لازم به ذکر است که در بسیاری از منابع خواص ذکر شده برای دنبلان رد شده و حتی مضراتی برای آن معرفی شده است. به عنوان مثال، این غده ها آنتیژن و موارد زائدی دارد که می تواند موجب بیماری در بدن شود. با وجود طعم خاص و لذیذ این غده، در مصرف آن محدودیت وجود دارد. بخشی از محدودیت ها شرعی است و به دلیل تحریم خوردن آن در دین و شریعت اسلام شکل گرفتند. در واقع از منظر دین اسلام مصرف بخشایی از بدن گوسفند حرام است که اندامهای تناسلی یکی از همین موارد هستند. بر اساس احکام اسلامی باقی بخشای حرام بدن گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت عبارتند از خونی که در زمان بریدن سر و ذب کردن از گلوی حیوان خارج می شود، غده ها و حدقه چشم، آلت تناسلی ماده، آلت تناسلی نر، نخاع و زردپی، ادرار و مدفوع، بچه دان، تحال و مثانه. دلیل اصلی تحریم این بخش ها ضررها و آسیب هایی است که از سوی مصرف آنها به سلامتی وارد می شود. بیشتر مراجع تقلید شیعه خوردن دنبلان را حرام می دانند. در نظر اهل سنت و شیعه با توجه به عبارت فقهی در ذخیره کتب اهل سنت خوردن دنبلان حرام و در بعضی موارد مکروه تحریمی یعنی نزدیک به حرام است. نحوه آماده کردن کباب دنبلان. ابتدا کمی دنبلان و جگر گوسفند را تهیه و خرد می کنیم. در هنگام خرد کردن بهتر است قطعات دنبلان را کوچکتر از جگر برش دهیم، زیرا برای تفت به گرمای بیشتر نیاز دارد و دیرتر کباب می شود. برای تمدار کردن قطعات خرد شده دنبلان و جگر مقداری سیر خرد شده، روغن زیتون، نمک، فلفل و زیره به آن اضافه می کنیم. سپس آنها را سیخ کرده و روی حرارت قرار می دهیم. البته دنبلان کمی لیز است و باید برای جلوگیری از افتادن قطعات سیخ را دائما بچرخانیم. بعد از کباب شدن سیخ ها را از روی حرارت برداشته و در ظرف ها قرار می دهیم. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. لطفا با نظرها کامنتاتون به ما انرژی بدید و ما را حمایت کنید. شب و روزتون خوش.